سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی گفته تهران قصد دارد با مذاکرات هوشمندانه غیرقانونی بودن تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران را ثابت کند ظریف همچنین تحریم های وضع شده از سوی آمریکا و اقدام این کشور در وادار کردن سایر کشورها به کاهش ارتباط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی را غیرقانونی توصیف کرد به گفته آقای ظریف ایران این موضوع را با این هدف که سایر کشورها از این تحریم ها تبعیت نکنند از طریق مذاکره دنبال می کند. دولت آمریکا در یک سال اخیر حلقه تحریم ها را علیه ایران تنگ تر کرده است. به این ترتیب کشورهایی که تحریم های اعمال شده ایران را نقض کنند خود مشمول تحریم آمریکا می شوند. تحریم ها به منظور مقابله با برنامه اتمی ایران که غرب آن را در مسیر دستیابی به جنگ افزارهای اتمی میداند وضع شده است این در حالی است که ایران بر مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام عامل پیروزی حسن روحانی بر دیگر رقبایش در انتخابات ریاست جمهوری را نگرانی مردم از آینده احتمال جنگ و شرایط سخت اقتصادی دانسته است به گزارش خبرگزاری ایسنا هاشمی دیروز در مراسم روز پزشک همچنین حضور مردم پای صندوقهای رای را عامل تغییراتی دانسته که به گفته او اگر قرار بود همین تغییر در کشورهای دیگر رخ دهد این کار احتمالاً با جنگ و خونریزی همراه بود تحلیلگران یکی از عوامل مهم پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را حمایت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و همچنین کنارگیری محمد رضا عارف از عرصه انتخابات می‌دانند دو انفجار پیاپی شهر ترابلوس در شمال لبنان را هدف قرار داد. وزارت بهداشت لبنان آمار اولیه قربانیان این دو انفجار را 27 کشته و حدود 358 زخمی اعلام کرده. این دو انفجار روبروی در ورودی دو مسجد التقوا و السلام روی دادند که در آنها نماز جمعه برپا بود گفته می شود دو خودروی بمب گذاری شده در این دو انفجار به کار رفته است هفته پیش هم انفجار خودرویی بمب گذاری شده در حومه جنوبی شهر بیروت منطقه محل نفوذ حزب الله لبنان روی داد که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت پلیس هند اعلام کرد یک دختر عکاس خبری در یک کارخانه نساجی متروک در شهر بمبعی مورد تجاوز گروهی قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز این حادثه باعث موجی از خشم در شهر بمبعی و همچنین سایت های اجتماعی شده است. بمبعی یکی از امترین شهرهای هند برای زنان به شمار می پلیس هند اعلام کرده که دختر قربانی تجاوز به بیمارستان منتقل شده و تاکنون هیچ از عاملان حادثه دستگیر نشدند. دسامبر گذشته نیز در شهر دهلی نو یک دختر دانشجو مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود. حادثه ای که باعث اعتراض های گسترده و بازنگری در قوانین مبارزه با تجاوز در هند شد. آمریکا از بازداشت یک مرد اهل کشور آفریقایی سیرالئون خبر داده که متهم به تلاش برای فروش هزاران تن کیک زرد اورانیوم به ایران شده است. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. کیک زرد اورانیوم پس از غنی سازی می تواند در ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار گیرد بر اساس این گزارش پاتریک کمپل 33 ساله هنگام ورود در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شده است بر اساس این گزارش هنگام دستگیری آقای کمپل از او مقداری کیک زرد به دست آمده که در کف کفش هایش جاسازی کرده بود غرب همواره نگران ساخت تسلیحات هسته ای توسط ایران است ایران اما در مقابل بر صلحآمیز بودن برنامه های خود تاکید دارد مقامات ایرانی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز بار دیگر بر ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی در دانشگاه تحت مدیریت خود تاکید کرد. دانشجو مهر ماه سال گذشته نیز گفته بود دانشگاه آزاد به سمت تک جنسیتی شدن حرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای دانشجو در توضیح دلیل ایجاد دانشگاه تک جنسیتی گفته آزادمنشی و نگاه مبتنی بر فرهیختگی در دانشگاه آزاد بر این محور است که حق انتخاب را برای دانشجو افزایش دهد. ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی در سالهای اخیر در دستور کار مسئولان چه در دانشگاه سراسری و, و چه دانشگاه آزاد قرار گرفته بود. برنامه ای که در کنار موافقان آن همواره مخالفانی هم داشته است. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید. مشروح خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.